درود بر شما امیدوارم حالت خوب باشه امروز خبری اومد مبنی بر اینکه ایران خودرو به های مجلس پیشنهاد خرید خودروی دنا پلاس داده به صورت قسطی نصف قیمت این مصداق رانت است کل چل سال جمهوری اسلامی همین بلا سر ملت اومد با دادن رشوه و رانت یعنی شما یک نفر در جمهوری اسلامی مسئول پیدا نمیتونید بکنی که از این جور رانتا نگرفته باشه یا زمین یا خونه یا ماشین یا وام های چند میلیونی و خیلی چیزهای دیگه مدرسه غیر انتفاعی کارخونه همه چی حالا هر چی نشده شرکت های خودرویی شروع کردن به دادن رشوه به نمادهای مجلس چون دهنشون رو بنده فردا پیگیری نکنن فسادهای عظیمی که در ایران خودرو رو سایپا هست یکی از بزرگترین ترین فساد در جمهوری اسلامی صنعت خودرو است من بارها گفتم حمایت رهبری از صنعت خودرو اشتباه است حمایت رهبری از صنعت خودرو حمایت از رانت و فساد هست در این مجموعه از جمهوری اسلامی و در حالی که رقابت هم وجود نداره دیدید که وقتی میخواستن پراید رو گرون کنن نه تنها اون قیمت اولیه دو برابر اون قیمت اولیه رو آخر تونستن حرفشون رو به کرسی بهشون اینها قرار بود بکنن هفتاد میلیون داد ملت در آمده بود الان شده بالای 100 میلیون گرون ترم خواهند کرد اینجاست میگم آخوندا کاری نیستن عددی نیستن اینها ابر میلیارده رو هر کاری دلشون بخواد در جمهوری اسلامی میکنن هر قیمتی بخوان همون قیمت خواهد شد و آخوندا مترسکی بیش نیستن دهنشون چی رو میبندن با اینطوری با دادن یک ماشین در داغون دناپلاس نصف قیمت حالا این صنعت خود روه وزارت نفت چجوری دهنشون می رو میبنده دوباره به زنگنه رو آوردن دیدی چرمیس پیش دیگه هزار بار دیگه بیارن هیچ کس در جمهوری اسلامی حریف زنگنه نمیشه چون که از بالا تا پایین به همه رانت داده به همه نمادها پست داده توی وزارت خانه دن همه بسته است چون اصل پول تو وزارت نفته دیگه خاطر همین خسارت های چند میلیارد دلاری که این زنگانه خائن مستقل چند بار اعدام هست این مردک انگلیسی ایش که سریف این تو جمع اسلامی نمیشه چون به همه رانت داده بانک مرکزی هم همینطور بانک مرکزی دن همه رو بسته سند داره مدرک داره فردا کسی به ضد بانک مرکزی حرف بزنه آبروشون میبره از این جهت کشور ما آلوده هست شدیدن توسط حاکمان واقعی که ابر میلیاردرها و آدم های بانک مرکزی و صنایع باشن همیشه توجه کنید وزارت سمت یعنی صنعت معدن تجارت اینها نقاط کلیدی در جمهوری اسلامی است که باید درس طبقه خاص باشه هیچ وقت شما وزارت سمت رو خارج از اون طبقه خاص نخواهیدید دید همیشه دست های نولیبرال وابسته به هاشمی چیا و کارگزاران هستم من بارها گفتم این حاکمیت فقط سپاه و بخش نظامی و نش دست رهبر کل حکومت دست اسالیون اصلاح لباس. اصل حکومت دست اصلاح لباس. و اسالیون هاشمی چیا هست همه چیز کشور در دست اینها هست پول کشور در دست اینها هست و همین سیاست ها اینا میتونن خیلی از این سنگ اندازی کنند روی آرمان هایی که دارن تو جنگ اختلال بزرگی جا کرده بودن جنگ هشت ساله تو سنت هستهی راحت دیدید که جلوش گرفتن اینها از همین شیوه جلوش گرفتن و آنچنان ارز و بالا میبرن یورو و دلار رو بالا میبرن تا ایران دوباره وسوسه نکنه که برگرده به دوران غنی سازی اورانیوم و چاره گفتم چاره اینه که بانک مرکزی که کانون اصلی رهبری رهبر واقعی ایران بانک مرکزیه و بانک شنجای انگلیسه نهاد انگلیسیه اصلا مرکز حاکمیت انگلیس بر آخوندا بانک مرکزی هست تا زمانه که بانک مرکزی زیر نظر ولی فقی انتقال پیدا نکنه همین هاشو همین کاسه و همین بدبختی و همین حاکمیت طبقه فاشیست عبر ملیاردر کسیف بر ملت و افز روز به روز فاصله طبقاتی زیادتر میشه تو هم گرانی ارز ثروت اینا چند برابر شده و ملت چند برابر فقیر اونا چند برابر ثروتمند و مدلشون ها مدل جامعه آمریکاست دقیقا میخوان یک مدل جامعه آمریکا ایجاد کنن با سراحت این کار گفته بودن گفتن نباید ایش کس خانهدار باشه در ایران همه باید مستجر باشن حتی دنبال حضو بیمه باعظ بودند و خیلی قوانین دیگه اینقدر کسیفن هاشمی چیا ها، کارگزاران رو آدم ملت رو اسکول میکنن پای صندوق رای میارن به هر ای که باید رای بدن دوباره رای میدن اون طرف هم که رای میاره عمله طبقه آب عب. حاکم ابر ملیاردر هست روحانی عمله خاک بیش نیست عمله طبقه ابر ملیاردر و الان کشور کسی بودجه داره 300 تریلیون تومان اما پولش ما ملت باید بدیم نه اون ابر میلیاردرها که بیچ مالیات هم نمیدن ثروتشون هم چند برابر شده اصلا سود ناشی از ثروت ناشی از تصیر ارز تو کشور باید ممنوع باشه حرام باشه حق نداره کسی با افزایش قیمت ارز عمدی ثروتش چند برابر بشه هیچ جایی ما تو کشور نداریم من بارها گفتم مدل حاکمیت برابری مهدوی هیچ کس از یه حد خاصی نباید ثروت بیشتر داشته باشه باید سرریز بشه تو جامعه این بسیار مهمه چه درآمد بیشتر مالیات ضریب بخوره تا به صد درصد برسه و حق خرید باید سخت داشته باشه یک شناسنامه یک مسکن راهش اینه هیچ راه دیگه نداریم دوستان شما هر فکر دیگه کنید یک شناسنامه یک خودرو یک شناسنامه هر چیزی باید محدودیت ایجاد بشه وگرنه طبقه ابر میلیاردر کثیف که صاحبان ابر نقدنگی هستن و پایین پولی که دست ما هست تو هیچ وقت نمیتونیم با اینا در خرید رقابت کنیم چون اونا پول دستشونه سه برابر قیمتا میخرن چهار برابر قیمتا میخرن و ماها روز به روز خاکستر نشینتر میشیم با وجود سیستم که آخونده ابله ایجاد کردن حکومت رو دو دستی دادن دست طبقه ابر میلیاردرها زیاد حرفاشون هم زر زیاد میزنن اینا زورشون به این طبقه حاکم ابر میلیاردر نمیرسه به هیچ هر کاری دلشون میخواد میکنن اجازه با دن رو با همین رشوه ها میبندن با همین رانتا میبندن آخوندا که از قدیم در واقع دست همین ابر میلیاردرها زندگیشون رو تضمین میکردن باید جریان عدالت طلب برابری طلب ضد سرمایه داری تو کشور بیاد منابع مالی کشور دست این جریان نولی ریال هاشمی چیه گرگ صفت کنده بشه و اینو همه ما رو بازی میدن هر کار دلشون بخواد هر بلایی بخواد سر ما میارد در مورد کنترل قیمت ها اصلا من خبرهایی این هم خندم میگیره کس تو جمهور اسلامی اجازه نداره قیمت گذاری کنه تو دهنش میزنن حتی اگه رهبرم بیاد این حرف رو بزنه تو دهنش میزنن چه بسه که زدن ها چندین بار این بانکستر ها را، بانکستر های گانکستر اصلا رهبر آدم حساب نمیکنه چند سال پیش گفته آقا جلوی بنگاداری بانکارو رو بگیرید خب چی شد؟ اصلا آدم حساب نمیکنن اونا رهبر رو مجموعه رو اصلا آدم حساب نمیکنن چون حکومت دستشونه پول دستشونه هر چیز هم بشه سریع شورش را میندازن شبیه بنزین و هشت و فلان و فلان کشور وارد فاز امنیتی اگر لازم باشه وارد جنگ بیرون مرزی هم میکشن این حرامزادا این واقعیت کشور ما کشور دست مشتی ابر میلیاردر کثیف هیئت حاکمه و طبقه حاکمه ابر میلیاردرهایی هستن که به رهبری بانک مرکزی تغذیه میشن و دهن هر کسی هم که صحبت از عدالت بکنه با اینجور موارد میبندم با پول میبندم آلودهشون میکنم به راند من کسی نمیبینم در ایران قدرتی واقعا نمیبینم در ایران حریف جریان طبقه ابر میلیاردر بشه یک راه داره حالا یک راه فقط داره اون راه البته منجر به چند ماه آشوب و درگیری و اختشاش در کشور میشه ولی میارزه و اون اینکه لایحه تصویب بشه سر افعی که بانک مرکزی هست انتقال پیدا کنه به ولی فقی اون میتونه ما رو نجات بده از این سرمایداری فاشیستی نکبتی که تفکر هاشمی چی در کشور ایجاد کرد پاینده باشه فرقیدرو